بسم الله الرحمن الرحیم. عصر شما بیننده های عزیز بخیر، انشالله که خوب و صحتمند باشین. بیننده برنامه دنیای ورزش هستین. روزهای رمضان هم انشالله که به کامتون خوش بگذره و از دیدن برنامه هم مستفید شین. امروز در مورد فوتسال افغانستان صحبت میکنیم. تیم ملی فوتسال افغانستان فعلا در اردوی تمرینی در مشهد در تهران به سر میبره. یک سری تمرینات را هم در شیراز داشت، بازی هایی را هم انجام داد، بازی های تدارکاتی. ترکیب تیم ملی فوتسال افغانستان، بازی های تدارکاتی و همه مواردی که در چهار سوی تیم ملی فوتسال افغانستان میگذره را امروز به بررسی میگیریم. آرزو میکنم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشین. 25 دقیقه یا 27 دقیقه با شما هستیم، صحبت های ما را دنبال بکنید. مجید مرتضایی سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان فعلا از تهران ایران روی خط اسکایپ با ما وصل هستند که بیشتر در مورد کارهای خودشان که در مورد تیم ملی در نظر گرفتن و همچنان برنامه روی دست و ترکیب تیم ملی و همه مواردی که انشالله در ذهن ما میرسه را بیشتر صحبت میکنیم. آقای مرتضایی سلام، وقت بخیر، بسیار خوش آمدین به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما، همه بینندگان عزیز، تبریک عرض میکنم، ماه مبارک رمضان رو در خدمت شما هست. تشکر. آقای مرتضایی، میخوایم ابتدا از انتخاب خود شما و انتصاب شما به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان آغاز بکنیم. قبلا شما هدایت تیم ملی رو به عهده نداشتین، اولین باری است که شما هدایت یک تیم ملی رو به عهده میگیرید و بخصوصا هم تیم ملی فوتسال افغانستان که تجربه یک سرمربی ایرانی را نداشت. عرضم به حضورتون که خب ما چند وقت پیش صحبتهایی شد، البته سالهای قبل هم صحبت میشد، با توجه به شناخت خوبی که از بچه های خوب مهاجر فوتسالیست افغان در ایران داشتم، خب و نزدیکی خیلی خوبی که با این دوستان داشتم، به شما عرض شد که به ما پیشنهاد شد و به شما عرض شد که دیدم یه بستر خیلی خوبیه، با توجه به که شناختی داشتم، میدونستم فوتسالیستای افغانستان فوق العاده با استعداد هستن و میشه کارهای بزرگی با یک تیم انجام داد، خب پذیرفتم این مسئولیت رو. حالا اون انتخابم با توجه به که البته باید از خودشون بیشتر سوال کنید، از فدراسیون فوتبال افغانستان، ولی خب با توجه به همزبانی و نزدیکی دو ملت به شما عرض شد که انجام شد. شاید اگه یک مربی مثلا میگم از یک کشور اروپایی یا کسی دیگه بود، احتیاج به یه مترجم بود، ولی خدا رو شکر ما اینجا خیلی از ارتباطاتمون به صورت مستقیم با بازیکن‌ها هستش و تقریبا تونستیم یه تیم خیلی خوب رو ایشالله آماده کنیم. با توجه به صحبت که ابتدا شد، خب ما یه بررسی کردیم و بعد از اون پذیرفتم که این کار انجام بدم. خیلی هم روی مسئله بررسی کردیم، فیلم های زیادی رو از بازی های تیم ملی افغانستان و دو رقیب ما ازبکستان و تاجیکستان دیدم و به این جمع‌بندی رسیدیم که انشاءالله میتونیم برای تیم ملی افغانستان و کشور افغانستان تاریخ ساز باشیم و انشاءالله برای اولین بار کوالیفای بشیم و به فاینال انشاءالله راه پیدا کنیم. درست. آقای مرتضایی، چقدر مسئولیت گرفتن مسئولیت سکان هدایت یک تیم ملی خطیر است، بخصوص بازیکنانی که قبلا شما در جریان صحبت‌هایی که در جریان تمرینات تیم ملی داشتین تعریف و تمجید زیادی از بازیکنان داشتین؟ قطعا به شدت کار سخت و حساسی هست نسبت به یه تیم باشگاهی. خب من توی دیگه برتر ایران 9 سال هدایت تیمای مختلف رو داشتم، به شما از صورت در امیدهای دیگه برتر فوتسال ایران کار کردم، ولی خب هم خودم واقف بودم به این قضیه و هم از نزدیک شاهدم که سکان هدایت یه تیم ملی مثل تیم ملی افغانستان بسیار خطیر و به شما از صورت که با جایگاه بالاست و به شما از صورت که به سختی مسئله کاملا واقفم، ولی خب خدا رو شکر بازیکن خوبی داریم که خیلی تغییر پذیرن. ما به این جنبندی رسیدیم که یکی از بهترین کارها اینه که بتونیم تیمی رو متفاوت از سالهای قبل راهی مسابقات کنیم تا ایشالا بتونیم از این حریفای
همیشگی در حقیقت، چون سه تا دوره هستش که تیم ملی افغانستان و تاجیکستان هم گروه میشن و متاسفانه در این سه دوره تیم ملی افغانستان بازی رو باخته به تیم تاجیکستان. خب نیاز به یک سری تغییرات تفکری بود، نیاز به یک سری تغییرات در بازیکن‌ها بود که من فکر می‌کنم با توجه به بازی‌های دوستانه خیلی خوبی که داشتیم در ایران خیلی خیلی تیم آماده رو ان شاءالله راهی مسابقات خواهیم کرد ان شاءالله. در مورد بازی تدارکاتی و همچنین تاجیکستان دوباره در ادامه خواهیم پرداخت، اما شما در مورد بازیکنان گفتین، بازیکنانی که از چند لیگ دعوت شده، بازیکنان افغانستان و وفق دادن این بازیکنان در ترکیب فنی و از سوی شما در یک تیم چگونه خواهد بود؟ شما هر شبت که خوب، من ابتدا ورودم صحبتی که کردم با فدراسیون فوتبال این که ما اردوهای زیادی رو نیاز داریم، چون فرصت بسیار کمی داشتیم و مجبور بودیم هر روز در اردو باشیم. ما الان حدود دو ماه هستش که در اردوهای مختلف هستیم. ابتدا از مشهد شروع کردیم، سه هفته در مشهد به صورت شبانه روزی کار کردیم، صبح و بعد از ظهر. بعد از اون به شما مشهد به شیراز رفتیم، یک هفته در شیراز یه اردو بسیار خوبی رو برگزار کردیم و به شما مشهد بعد از اون به تهران آمدیم و اینجا تقریبا الان دو هفته، نزدیک به سه هفته است که در تهران خواهیم بود و اشتادار راهی مسابقات میشیم. چون زمان کافی نداشتیم یه مقدار اردوهامون فشرده بود، به همون دلیل که شما گفتیم، برای اینکه بتونیم بازیکنها رو با هم هماهنگ کنیم و بتونن به شما شاید اون چیزی که ازشون میخوایم پیاده کنیم. ما روزی 4 تا 5 ساعت حداقل تمرینات عملی و جلسات تئوری داشتیم، میانگین خدمتتون عرض کردم، بعضی روزا از این بیشترم بوده، به خاطر همین هماهنگی که نیاز می‌دیدیم برای بچه‌ها باید به وجود بیاد و اون تغییر نگرش و تفکر برای اینکه ان شاءالله بتونیم توی مسابقات نتایج خیلی خوبی رو بگیریم. درست. اردوهای تمرینی را که شما یادآور شدین، این تغییر مکان به چه دلیل انجام شد که مشهد، تهران و شیراز؟ دلیل خاص فنی داشت؟ شما قطعا اینجوریه. ببینید، هم به دلیل اینکه با بازی‌های متفاوت و در با تیم‌های متفاوت و همچنین تغییر کمپ این یک نواختی رو در بازیکن‌های ما از بین ببره. ما در مشهد 3 تا بازی دوستانه انجام دادیم، بعد از اون رفتیم شیراز، یه بازی دوستانه با تیم منتخب بازیکن‌های دیگه برتر شیراز انجام دادیم که اکثرشون بازیکن‌های تیم‌های گیتی پسند اصفهان و به شما تیم‌های لیگ برتری ایران بودن و خب یه اردو خیلی خوبی داشتیم اونجا. یکی از دلایلی که شیراز رو انتخاب کردیم این بود که در سالن تمرین کنیم که کفپوشش دقیقاً همون چیزی باشه که در قرقیزستان میخوام بازی کنیم. ما 5 روز در همون سالن دقیقا شبیه سالنی که مسابقه داریم تمرین کردیم. بعد از اون اومدیم به تهران، هدف اصلیمون بازی با تیم ملی ایران بود که خب خوشبختانه تونستیم در روز آخری که اردوی تیم ملی عراق بود با تیم ملی عراق هم یه بازی دوستانه داشته باشیم که این دوتا بازی به نظر من تأثیر بسیار بسیار خوبی روی تیم فوتسال ما داشت و خیلی اعتماد به نفس بازیکنامونو افزایش داد. در مورد بازی‌های تدارکاتی ما بگین که بازی‌های تدارکاتی که داشتیم 3 بازی فقط رسانه‌ای شد، آن هم بعد از دیر زمانی. یکی هم بازی منتخب با تیم بازیکنان از شیراز بود، بعد از او با عراق و باز هم با ایران. بازی‌ها رو چگونه بررسی کردین؟ خب نگاه کنید، ببینید ما بازی‌هامون یه مقدار جنبه غیر رسمی داشت، یعنی میخواستیم به شما از شو تاکتیکامون رو پیاده کنیم، بنابراین نیاز به آرامش داشتیم، میخواستیم دور از در حقیقت با توجه حالا یک سری محدودیت های هم تو ایران بود برای حضور تماشاگران، دور از رسانه ها، دور از مسائل مختلفی که وجود داشت بتونیم تیمون هماهنگ کنیم، سعی کرد چون واقعا یک سری حالا انشاءالله در مسابقات پیشروی ما در قرقیزستان خواهید دید یک سری تغییرات شگرفی در تیم ایجاد شده، مهم
که شاید قبلا نبوده و دوست نداریم حریفامون قبل از اینکه باهاشون روبرو میشیم این مسائل رو و این تاکتیکا و برنامه ها رو بدونن. بنابراین سعی کردیم که در یک سکوت رسانه‌ای در حقیقت کارمون رو انجام بدیم. حتی بازی با تیم ملی ایران کاملا به صورت به شما عرض بدون حضور تماشاگر و درخواست تیم ملی ایران هم از ما این بود که رسانه‌ای نشه، ولی خب به هر حال اینقدر ایدو تیم بودن که بعدش به شما عرض شد که حالا رسانه های ایران و رسانه های افغانستان این بازی رو به صورت تصویری حداقل به شما عرض شد پوشش دادن، ولی خب بازم اون مسائل داخل بازی و فیلم مسابقات قرار بود آنلاین نباشه و دوتا تیم این شرط رو گذاشته بودن. هم با عراق اینجوری بود، هم با ایران. تیمای مقابل ما هم این درخواست رو داشتن و ما این کار رو انجام دادیم، چون خودمون هم به همین نیت برنامه داشتیم و خدا رو شکر بازی خیلی خوبی هم انجام. پس فقط ما سه بازی تمرینی در همین سه بازی تدارکاتی داشتیم، درست است؟ نگاه کنیم، ما تهران به شما از غیر از تیم ملی عراق یه بازی با تیم لیگ یکیه ایران انجام دادیم، یه بازی با منتخب قم در قم انجام دادیم و در مشهد سه تا بازی دیگه هم انجام دادیم، یعنی میشه حدود 5 تا، سه تا بازی هم اونجا، حدود 8 تا بازی دوستانه. پس نتایج بازی ها رو میشه شریک بکنید لطفا بدون بازی ایران و عراق؟ بله، بدون بازی ایران و عراق دیگر نتایج بازی های ما در 8 بازی که احتمالا انجام دادیم احتمال نتایج ما چی بود؟ ما یکی شیراز رو بردیم اونجا، قم رو در قم بردیم با نتیجه 3-2. در مشهد یه بازی رو واگذار کردیم که اون البته 7 تا بازیکنامون رفته بودن برای کارهای خروج از مراجعتشون، با یک تیم تقریبا ناقص رفتیم، ولی دو تا بازی دیگه دوستانه انجام دادیم، اونجا هم بردیم و با تیم ملی ایران 2-2 مساوی کردیم، با تیم ملی عراق هم 3-1 بازی رو واگذار کردیم. بازی با ایران یک سر انتقادهای هم داشت که البته انتقادها به این دلیل رسانه‌ای شدن بود که شما دلیل شگفتین، اما موضوعی بود که تاکنون گنگ است. تیم ملی ایران با ترکیب اصلی خود با میدان رفته برابر افغانستان یا بازیکنان از نیمکت خود استفاده کرده؟ یه توضیح من اول به شما بدم، تیم ملی ایران حتی اگه با تیم دوم یا سومش بازی کنه بازم تیم ملی ایران، یعنی فوق العاده تیم قوی هستش. یعنی ما حداقل در ایران سه تا تیم ملی داریم، یعنی اینجوری به جرات بهتون بگم یه تیم ملی ایران در قم بود که ما با بازیکنایی که همه سابقه ملی داشتن و فوق العاده بازیکنای قوی بودن در قم بازی کردیم، یعنی خود اون یه تیم ملی حساب میشد. بعدم که من حالا با شناختی که خودم دارم از بازیکنای ایرانی که به هر حال در لیگ برتر ایران هم جلو ما بازی کردن، 21 بازیکن در اردوی تیم ملی ایران بودن که همشون سابقه تیم ملی رو داشتن. حالا ما 3-4 تا بازیکنایی که قبلا بازیکن ملی پوش ایران بودن اونجا نداشتیم، مثل اسقر حسن‌زاده، مثل مهدی جاوید، مثل فرهاد توکلی، ولی بازیکنای خیلی خوب ایرانی که حتی در جام جهانی بازی کردن، مثل سعید احمدعباسی، مثل معمرزا سنگسفیدی، مثل مسلم اولادقباد، اینا همه شاید جزو چهارتای اصلی ایران در جام جهانی بودن که در مقابل تیمایی مثل ازبکستان، قزاقستان و به شما ارشد آرژانتین بازی کردن. در بازبانه تیم ملی هم آقای مسعود محمدی خب بازیکنی بود که از جام جهانی اومده بود و یعنی میخوام اینجوری به شما بگم که اصلا اینطوری نبود که تیم قرار باشه با تیم دومش با هم بازی بکنه. 21 بازیکن بود که از همین 21 نفر 14 نفر انتخاب شدن که میرن برای بازی ها همراه ما هستن در گروه دیگه در قرقیزستان. بنابراین شما شک نکنید که تیم ایران بهترین تیمش بود و جالبی ایران اینه که دو تا تیم فوق‌العاده داره، یعنی اگر حتی یه تیم ملی دیگه هم تشکیل بشه شما مطمئن باشید که اون تیم ملی هم قدرتش فوق‌العاده زیاد خواهد. درست میگن به انتخاب بازیکنان دچار مشکل شده بودین، چرا که سطح فنی را آنگونه که از صحبت‌های شما با در صفحه فدراسیون فوتبال دیدیم و صفحات مجازی دیگر، شما در انتخاب بازیکنان به مشکل برخوردین بازیکنان افغانستان؟ نگاه کنین، ما خب بازیکن خوب توی افغانستان زیاد داریم، خیلی هم نزدیک به هم بازی میکنن و ما درخواستمون از فدراسیون بود که بتونیم تا آخرین روز
نسبت به اون تعدادی که قرار به EFC اعلام کنیم، خب بازیکنها رو نگه داریم و بیشتر ارزیابی کنیم و به یک جنبندی خوب برسیم که ببینیم کیا بیشتر به درد کار ما میخوره. ضمن اینکه یه توجهی داشتیم که ممکن بود بازیکنها مصدوم بشن. به شما عرض شود که یا خدای نکرده بیماری کرونا بگیرن و این اتفاقات رو پیش بینی کرده بودیم. با توجه به این ما 18 تا بازیکن رو تا دو روز قبل در حقیقت در اردوی خودمون نگه داشتیم و کار میکردن در حقیقت تا دیروز، که دیروز نهایتاً دو تا بازیکن رو از تیم به دلیل مصونیت، یعنی دلیل اصلیش همین بود، مثلا سلوسن موسوی رو خب ما خیلی روش حساب میکردیم، سه هفته اول ما در مشهد با ما در اردوی ما بود، ولی اونجا یه آسیب دیدگی پیدا کرد که ایشون رو متاسفانه هر چی کار کردن پزشکای تیم و متاسفانه نمیتونه به این بازی‌ها برسه. بهبودیش حاصل میشه ولی حداقل یک ماه دیگه طول میکشه و مجبور شدیم ازش خداحافظی کنیم. همچنین علی رضایی یکی از گلرهای خیلی خوب تیم که به شما عرض، ایشون هم به خاطر مصونیت در حقیقت یکی شکستگی دماغش و یکی هم که ابروش از یه قسمتی دچار آسیب شده بود و هفت تا بخیه خورده بود، دیگه به این جنبندی رسیدیم که این بازیکن خیلی خوبم نمیتونه با ما کمک کنه. 16 نفر رو بازم داریم با خودمون میبریم به قرقیزستان که دو نفر ما در حقیقت رزروی هستن و بازم پیش بینی میکنیم که اگه خدای نکرده مشکلی برای کسی پیش اومد به هر دلیلی بتونیم دو نفر رو جایگزین نفرات دیگه تیم کنیم. درست. آقای مرتضایی اجازه بدین یک وقفه بگیریم، با همچنان صحبت‌های شما رو خواهیم داشت. دوباره با شما بینیدای عزیز برمیگردیم. صحبت‌های مجید مرتضایی سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان هم را همچنان خواهیم داشت. دوباره خوش آمدین. ادامه بحث ما با آقای مجید مرتضایی سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان. آقای مرتضایی، کار آقای استاد رزاق مامرک سرمربی سابق تیم ملی فوتسال افغانستان چگونه میبینین و چگونه بررسی کردین در تیم ملی؟ بالا عرضم بزرگتون که آقای رزاق خب استاد در حال مربیگری بودن در افغانستان. با توجه شناختی که از قبل داشتم، ایشون فردی دانشمند، دانا، اهل مطالعه بودن و زحمات بسیار زیادی رو با تیم ملی افغانستان کشیدن و همچنین در مسابقات زیر 20 سال که در تبریز برگزار شد، من خب به عنوان تی اس جی گروپ ای اف سی اونجا بودم و از نزدیک تلاش ایشون و بازیکنان رو می‌دیدم. فوق العاده به شما عرض شد جدی در کارشون و به نظر من خیلی زحمت زیادی کشیدن برای تیم ملی افغانستان و برایشون هر جا هستن آرزوی توفیق و سلامتی. و فعلا هم با کاپیتان سابق تیم ملی فوتسال افغانستان که دستیارتان از کار میکنه که محسن رضایی یک از بهترین ستاره های افغانستان محسوب بشه، کار با محسن رضایی را چگونه میبینین؟ به شما عرض شد خب ما آقای دکتر محسن ودود داریم از ایران و آقای حمیدرضا معصومیان. آقای ودود یکی از دستیارای من بودن در تیم دیگه برتری که کار میکردیم که به تیم ما اضافه شدن و آشنا هستن با اون چیزی که ما کار میکردیم و به شما عرض شد به عنوان یکی از کمک مربیان. آقای معصومیان به عنوان مربی گلرای تیم هستن دروازه‌بان ها و آقای رضایی که خب به جمع ما اضافه شدن، خب خودش بازیکن تیم ملی افغانستان بوده، شناخت بسیار خوبی هم از حریفای ما داره و همچنین از بازیکنان خودمون و تو این مدت کمک زیادی به من کرد ایشون. با توجه به شناختی که داشت، ما دائم با هم جلسه داشتیم در مورد بازیکنان صحبت میکردیم و ایشون اطلاعات بسیار خوبی رو به من دادن که به شما شاید تونست توی کارمون تاثیرگذار باشه. الان هم کنار ایشون هستیم. خب قطعا به یک واقعیتیه که به هر حال توی ایران بازیهای لیگ برتر ایران خب جزو چهار قدرت لیگ برتر فوتسال دنیاست. ایران ما لیگ اسپانیا اگه اول باشه و روسیه و برزیل، بعدش واقعا تیم لیگ برتر ایران خب خیلی قدرت بزرگیه و
به هر حال کار کردن توی این لیگ به ما خیلی تجربیات زیادی رو داده بود که خیلی از اونا برای کمک‌های ما، من جمله آقای رضایی که با هم کار می‌کنیم، یه چیز جذاب و جالبی است و به ایشون هم میتونه کمک کنه و در این زمینه در حقیقت ما داریم با هم یه تعامل خوبی رو انجام میدیم. به شما شاید خیلی خیلی از ایشون تشکر میکنم، بسیار فردی به شما شاید فریخته و کسی هستن که در همه جهات به ما دارن کمک میکنن. درست. و به نظر من محسن رضایی یکی از کسی هایی که بسیار تعصب داره برای تیم ملی افغانستان و خیلی خیلی علاقمنده که این تیم نتیجه بگیره. ایشالله در کنار هم و بقیه مربیانمون و همچنین پزشک تیممون آقای جاوید مرادی و همچنین دکتر برنامه که به ما کمک میکنن، همچنین آقای صداقت که به عنوان به شما شاید که مدیر تیم ما هست، امید به خدا بتونیم یه نتیجه خیلی خوب و تاریخ سازی بکنیم. درست. با توجه به تمریناتی که داشتیم، اردوهای تمرینی که داشتیم، چقدر تیم ملی فعلی که شما گزینش کردین تازگی داره یا برخی ستاره های سابق تیم ملی هم به جمع اضافه شده؟ به شما حضرت، خب ما متاسفانه دو سه تا از ستاره هامون رو نداریم. مثلا یکی از کسایی که چند ساله داره با من کار میکنه، اکبر کاظمی رو متاسفانه به دلیل مسئولیت پا خب نداریم توی دوره. انشالله دوره بعد، یعنی توی شهریور ماه که کوالیفای بشیم، انشالله ایشون به ما اضافه میشه. به شما حسابت که همچنین یکی دو تا دیگه بازیکن‌ها که حضور ذهن ندارم، یکی الان آلمانه که اونم مصدومیت داشت پاشو توی لیگ ایران هم بازی کرد، من الان یه لحظه از ذهنم پرید اسمشون. خب این دو نفر رو نداریم که خیلی کار کردن و بازیکن‌های قابلی هستن، تجربه بین‌المللی دارن. ولی خب بازیکن‌های دیگه الان به نظر من خیلی تغییر کردن، یعنی از خودشون هم ایشالا بپرسید اینو اذعان میکنن. چون ببینید ما هدفمون توی دو ماهیم این بود که نگرش و ذهنیت بازیکنامون رو عوض کنیم، چون خیلی نمیشه تکنیک بازیکنها رو تغییر داد، ولی میشه یه سری تاکتیک های رو ایجاد کرد و همچنین ذهنیت ها رو ایشالا به اون سمتی که ما میخوایم نتیجه بگیریم هدایت. درست. در مورد ترکیب فعلی که انتخاب کردین، یک از بازیکنان ما جواد حیدری است که قبلا هم زیر نظر شما بود، به دلیل ویزای خود برگشت به هرات و آیا دوباره شامل لیست نهایی شدن یا نه؟ بله قطعا جواد حیدری خب توی تمرینات ما بود، در اردوی ما بود، ولی برای که بتونه ویزا بگیره و مشکلش رو حل کنه از ما جدا شد. یعنی ما خیلی سریع به ایشون گفتیم این کار انجام بده، چون حداقل 15 روز زمان می بود. برای همین از مشهد بعد از اینکه چند جلسه در تمرینات ما بود از ما جدا شد و رفت و تقریبا ما تهران ایشون رو دوباره دیدیم. یعنی کارش درست شد و اومد و ویزاش خدا شد صادر شد و جواد حیدری یکی از بازیکنانی که خیلی میتونه به تیم ما کمک کنه با توجه به نیازی که در سمت راست زمین داریم. خدا شکر محرم جعفری و همچنین فرزاد محمودی رو داریم و جواد حیدری یک به شما از سه نفر خیلی خوب داریم برای تیم ملی که انشاءالله بتونن اون قسمت زمین رو برای ما پوشش بدن و بتونیم به شما از شبت که نگرانی هامون در حقیقت از بین برد با حضورش جواد حیدری و انشاءالله بتونه به تیم ما کمک کنه. درست. به عنوان دو پرسش دارم که به عنوان آخرین پرسش میخوایم باز بپرسم. سوال بگیم چندمی ما، شما لطف کنید در مورد ای بگوین که دروازه‌بان‌های ما چه تغییر داره. یاسین جعفری هم در ترکیب شما اومد، علی رضایی هم بود با شما، حالا ترکیب دروازه‌بان‌های ما تغییرات داره؟ نگاه کنید، ما علی امینی رو داشتیم، محمد جواد سفری، یاسین جعفری و همچنین علی رضایی. خب یاسین که توی اردوی ما در حقیقت در مشهد از ما جدا شد و ما با به شما عرض شد که این سه دروازه‌بان و همچنین سلطان نمازی که به شما عرض شد به جمع اضافه شده بود، خب اومدیم در اردوی شیراز. به شما عرض شد که علی امینی در تهران به ما اضافه شد، اونم دقیقا با جواد حیدری با هم رفتن و هر دوتا با هم اومدن سر تمرین ما. یه رقابت بسیار خوبی بود. خب محمد جواد سفری که حالا تو لیگ برتر ایران هم عنوان گلر کار کرده، خب واقعا تواناییاش خیلی خوبه، به تیم ما میتونه کمک کنه. از طرف دیگه خب علی امینی و علی رضایی واقعا هر دو
در همه زمینه‌ها شبیه هم بودن و انتخاب سخت بود و دلیل در حقیقت انتخاب آقای امینی که الان گلر دوم ما هست به جای آقای رضایی همون مسئولیت هایی بود که آقای رضایی داشت و از تیم ما جدا شد دیروز و بعدش آرزوی سلامتی و موفقیت. درست. به عنوان آخرین پرسش، قول سعود به مردم افغانستان میتونید که ما کوالیفای شویم به دور بعد رقابت ها؟ ما قطعا به دنبال این هستیم، یعنی همه ما اینجا جمع شدیم و این دو ماه و نیم اردو رو برگزار کردیم. برای خود من خیلی سخت بوده این دوری از به قول معروف خانواده، برای بچه‌های ما همینجور، هممون دنبال یه هدف بزرگیم و اونم خوشحالی ملت افغانستان هستش که انشالله با کمک این بچه‌ها، یعنی الان اینجوری به شما بگم که با توجه به بازی بسیار خوبی که در مقابل تیم ملی ایران انجام دادیم، من واقعیتش به شما بگم اگر حتی 60% این بازی رو ما انجام بدیم، ما قطعا دو تا تیم تاجیکستان و ازبکستان رو شکست میدیم و به عنوان تیم اول صعود کنیم به دور بعد. اما در فوتسال و کلا در ورزش هیچ کس نمیتونه قول 100% بده، ولی من احتمال خیلی زیاد میدم که یه اتفاق بیفته. اون چیزی که الان در تیم ما هست یه یکدلی بسیار خوب، از فدراسیون فوتبال هم تشکر میکنم، همه جور از ما به شما عرشد حمایت کردن. از آقای صداقت هم تشکر میکنم که به ما اسپانسر و مدیر تیم بودن که هر چیزی که ما خواستیم به اختیار ما قرار دادن و مطمئنن تمام کارهایی که باید انجام میشده شده و انشالله همه مردم نوید یه سری بازی های خوب رو میدن بهشون انشالله در بیشکه که قرقیزستان، و امیدواریم انشالله روز 23 فروردین ماه بتونیم جشن صعودمون به فاینال برای اولین بار در تاریخ کشور افغانستان در فوتسال انشالله جشن. من قول دادم که نمیپرسم، اما یک سوال به عنوان گزینه‌ای که باقی مانده بود باید میپرسیدم. چقدر زودتر ما به سمت قرقیزستان خواهد رفتیم؟ چی وقتی میریم و آیا اردوی تمرینی در قرقیزستان هم خواهد داشتیم یا نه؟ از هم حضورتون که ما سه‌شنبه از ایران دیگه میریم و روز چهارشنبه انشاءالله در قرقیزستان هستیم. 4 جلسه تمرینی رو ما قبل از مسابقه اولمون در قرقیزستان داریم. امیدواریم که انشاءالله بتونه یه بازی با قرقیزستان صحبت شده، ولی حالا اینکه کی برسیم مشخص نیست. احتمالا روز اول یا دوم رسیدنمون یه بازی دوستانه با تیم قرقیزستان داشته باشیم. انشاءالله با آمادگی کامل بریم برای بازیمون که در 21 فروردین برگزار میشه با تیم ملی تاجیکستان. بسیار تشکر آقای مجید مرتضایی، سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان که در برنامه ما بودیم. بسیار خوشحال شدیم از معرفیتان و همچنان از صحبتهایتان. تشکر. موفق باشید. بسیار تشکر. صحبت‌های مجید مرتضایی، سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان، در مورد اردوی تدارکاتی افغانستان در ایران و همچنان بازی‌های پیش رو را با هم یک جا دیدیم. خیلی تشکر از اینکه برنامه را دیدین. وقت ما بخیر.